دانشمندان میدانند که حجرات سرطانی انسان انرژی خود را از تومورهای مجاور بدن جایی که حجرات به تخریب خود به خودی آغاز کردن به دست آورده و رشد می کند. گسترش سرطان با مردن همین حجرات سرعت می آبد. This این عمل با نام خود سلول یاد می شود که با صورت طبیعی در تمام حجرات وجود دارد اما آنچه ما در تحقیقات دریافتیم این است که این عمل در اجرات سرطانی با مراتب بیشتر از سایر اجرات بوده و حتی قبل از پروسه تداوی صورت می گیرد پس آنان برای صدمه ناشی از سرطان از تداوی سرطان موجوده کار گرفته و با سادگی بخش های تخریب شده را شکستانده و برای تامین رشد آینده از آن استفاده می کنند. دکتر روی امروادی متخصص امراض سرطانی در پاهنتون پنسیلوانیا که با ما از طریق اسکایپ صحبت میکرد وی با گروه تحقیقاتی دوای متداول امراض سرطانی را با آیدروکسی کلوروکین که یک دوای ضد مرض ملریاست یک جا کردن این ترکیب دوایی عمل خود از می سلور را مانع شده و میتواند از رشد حجرات سرطانی جلوگیری کند در آزمایشات کلینیکی علما دریافتند که آیدروکسی با بعض دواهای سرطانی به شکل ضعیف جفت می شوند. اما با دوای مانند تمسیر و لیموس در توقف دادن رشد تومور سرطانی مانند ملانوما سرطان تهاجمی جلد که میزان ثابت و پایدار نگه داشتن مرز خوانده می شود مؤثر می باشد. وقت تمسیر و لیموس که یک دوای زد مرز سرطانی می باشد در تداوی میلانو استفاده شود میزان فیصدی ثابت نگداشتن مرض صفر بود و وقتی آن را با آیدروکسی کلوروکین یکجا ساخته شود میزان مرض به 6 درجه بلند رفته که یک تفاوت بزرگی را نشان می دهد محققین با مقدار بلند دوای کلوروکین در متوقف ساختن عمل خود سلول استفاده کردند این مقدار به مراتب بیشتر از مقدار بود که در تداوی ملاریا و روماتیسم مفصلی استفاده می شود استفاده از این مقدار بلند هنوز مزر ثابت نشده است. دکتر دیوید روگر رو در پاهنتون کالفرونیا سانفرانسیسکو نیز در رابطه با رشد حجرات سرطانی تحقیق می کند. او می گوید نتایج تحقیق با آیدروکسیکلوروکین امیدوار کننده می باشد. <applause> این یک کشف بزرگی است زیرا می دانیم که ترکیبات زهری نبوده و قبلا استفاده شده است اما دکتر امروادی حجدار می دهد که متخصین امراض آدوات نباید از دوای ضد ملاریا در خارج از تسئیلات کلینیکی استفاده کنند و این می گوید آیدروکسی کلوریکین زمانی که با دواهای سرطانی یک جامعه شود دارای جان بی شدید می باشد بنابراین هاگویی در مورد موثریت ترکیبات بسیار مهم باشد. خدیجه الکوزای تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن